دبیر کل ملل متحد سرکوب تظاهرکنندگان و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم ایران را قویاً محکوم می‌کند. آنتونیو گوترز دبیر کل ملل متحد در آخرین کنفرانس خبری سال خود به خبرنگاران گفت: به وضوح میگویم نحوه برخورد رژیم ایران با تظاهرات مردم تماما غیر قابل قبول است. ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر توسط این رژیم بودیم که قویان آن را محکوم میکنیم و کمیسر عالی حقوق بشر در این مورد بسیار فعال است. خود من نیز شخصا با مقامات رژیم ایران تماس گرفتم و مواضع روشن خود را در مورد اوضاع جاری تفهیم کردم. چنین سرکوبی غیر قابل قبول است، به خصوص که به موضوع برابری زن و مرد مرتبط است که یکی از موضوعات کانونی مسئولیت من به شمار می رود. من چه آن زمان که رئیس جمهور این رژیم به نیویورک آمد و چه بعداً به دفعات موضع واضح و تردید ناپذیر خود را در این زمینه بیان کردم. It is very clear that it is totally unacceptable the way in which Iran has reacted to the demonstrations. And we are witnessing massive violations of human rights that we strongly condemn. And the Human Rights High Commissioner is very actively in relation to that. I myself had also the opportunity to raise the issue directly with the...